جایزه نوبل اقتصاد امروز به 3 اقتصاددان آمریکایی، هلندی و کانادایی رسید. این جایزه را که بانک مرکزی سوئد تضمین می‌کنه امسال به دیوید کارد کانادایی رسید که درباره رابطه افزایش حداقل دستمزد و میزان اشتغال تحقیق کرده. 2 اقتصاددان دیگه به همراه او به این جایزه دست پیدا کردن، جاشوا انگریست آمریکایی و گیدو اینبنز هلندی که به طور مشترک درباره روابط علت و معلولی در اقتصاد کار کردن. اغلب جوایز نوبل اقتصاد تا حالا به اقتصاددانهای آمریکایی رسیده. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما همراه شده تا بشنویم ازش که چی بیشتر می‌دونیم از جوایز نوبلی که به این اقتصاددان رسیده. بله نیوشا، امروز ششمین روز هفته نوبل و آخرین روزش بود که اختصاص به نوبل اقتصاد داشت. امروز تفاوتی که با روزهای گذشته داشت این جلسه معرفی برندگان نوبل با یک ربع تأخیر برگزار شد، اما همونطور که گفتی به 3 اقتصاددان رسید. نصفش رو دیوید کارد، نصف جایزه رو دیوید کارد به خاطر تحقیقاتش در زمینه اقتصاد کار برد و این بنس و انگرید به خاطر تجزیه و تحلیل روابط واقعی روزمرگی با اقتصاد این جایزه رو به خودشون اختصاص دادن. هر 3 اقتصاددان ساکن آمریکا هستن، هلندی، کانادایی و آمریکایی، اما استاد دانشگاه در آمریکا هستند. باید بگم که نوبل اقتصاد جزو نوبل های اصلی نیست که آلفرد نوبل در وصیت نامه خودش آورده. این جایزه رو سال 1968 ریکس بانکن سوئد یا بانک مرکزی سوئد به نوبل اضافه کرد و خود جایزه رو خود این بانک تقبل کرده، اما جایزه های دیگه نوبل رو آکادمی نوبل میده. 5 جایزه در دسامبر، 10 دسامبر قرار در استکهلم و جایزه صلح نوبل توسط پارلمان نروژ در اسلو اهدا بشه. امسال مانند سالهای دیگه انتقادات زیادی به نوبل شد. اولین انتقاد این بود که چهره‌های زن در بین برندگان نوبل خیلی کمه. امسال هم هر 13 برنده نوبل فقط یک چهره زن در بین اونها هست و اکثرا هم انتظار داشتن نوبل پزشکی یا حداقل نوبل صلح به هول محور کووید 19 باشه. جریاناتی که در 2 سال اخیر در دنیا پیش اومد، همه منتظر بودن که این 2 نوبل مربوط باشه به کووید. اما باید بگم بجز این نوبل ها یک نوبل آلترناتیو هم داریم که در 9 دسامبر در استکهلم جایزش داده میشه که مربوط به 4 بخش: بهداشت، حقوق بشر، حفظ محیط زیست، که سال گذشته برنده نوبل آلترناتیو به نسرین ستوده رسید در شهر استکهلم. ممنونم از همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما همراه بودیم.